سلامت را ما تقدیم به تمام خوانندگان محترم شاید برنامه جمع غور. ما خواستیم امروز یک مصاحبه داشته باشیم با امیر تدریسی دارالمعلمین آل غور. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت خود به اختیار ما گذاشتین. قدم اول میشه برای ما معرفی بکنین اسم شما چی ها و شما در کجا درس خوندین، از کدام لیسه فارغ شدین، آیا شما پوهنتون رفتین یا چطور؟ عرض سلام احترامات دارم خدمت تمام بینندگانی که ما را از جامعه غور میبینن. علی ایوبی هستم از ولایت بامیان، ولسوالی یکاولنگ. البته دوران تحصیلی ما از صنف اول الی صنف دوازدهم در لیسه اسبنام لیسه دیسر خونجا تمام کردیم. بعد دوران پانتون دو سال رفتیم در کامپیوتر ساینس هرات، البته کامیاب شدیم، موفق شدیم، اونجا خواندیم. بعد به اساس مشکلاتی که البته پیش آمدن دوباره از اونجا چش شدیم، منفک شدیم. منفک هم طوری بودن که البته شاید و زمانی که ما تحصیل میکردیم یک سری مشکلاتی وجود داشتن به اساس مشکلات های هرچی که بودن. بعد دوباره در کنکور اشتراک کردیم، در تعلیم تربیه بامیان موفق شدیم و بعد 4 سال اونجا تحصیل کردیم. و بعد از اینکه تحصیل تمام شدن دوباره آمدیم به حیث معلم در ولایت غور. امسال هم پنجم سال ما هستن، ششم سال ما هستن. ما دو سال اول 3 ساله به حیث معلم بودیم، رشته ما ریاضی هستن، بایسی استاد ریاضی در اینجا تدریس میکردیم. و بعد از دو سال یک سال دیگر هم ما بایسی سرپرست بودیم، سرپرست یعنی معاینه تدریسی. و بعد دوباره بستاک در رقابت رفتن و این معاینه تا به آمریت ها تبدیل شدن. بعد رفتیم از طرق رقابت آزاد، مدت یک سال میشن که دادن که ما بایسی آمیر تدریسی تر معلم عالی غور. تشکر جناب عامر صاحب. شما مدت یک سال میشه به صفت عامر تدریسی دارالمعلمین آل غور هستین. شما چی دستاوردهای دارین و دستاوردهای شما چی بوده و امسال چقدر توانستین شاگردار و عامر و ریاست دارالمعلمین آل غور جذب کنین؟ دستاوردهای ما همونطور عملا معلمدار هستن. ما بعد از اینکه عامر تدریسی دارالمعلمین آل غور شدم، از جمله دستاوردهای ما هستن این چیزایی که اینجا میبینین، شهادت نامه هایی هستن که از سال 88 ما فارغ داشتیم تا سال 91 قطعه شهادت نامه ما تا حال از وزارت نداشتیم. یک و موارد نواقصی که نتایج ما داشتن، شو جدولای شهرت فراغت ما داشتن. انشالله ما موفق شدیم در این مدت کمی همه را اصلاح بکنیم و این شهادت نامه را هم بیاریم و رویش کار بکنیم تا با مسئلین توضیح بکنیم. این یک دستاورد ما بودن. دستاورد دیگه ما این هستن که ما کوشش کردیم که انگیزی برای شاگردا بیتیم که مثلا این دارالمعلمین فقط جایی هستن که یک نهاد تعلیمی هستن که باید معلم شون و هنوز هم تلاش داریم در این مورد. و خیلی کسایی هستن که فعلا از پوهنتون ها حتی علاقمندی دارن به دارالمعلمین عالی غور. این برای ما واقعا ما در این مورد تقریبا حدود 4 مورد 5 مورد در آخر برخوردیم. بعد وقتی سوال کردیم میگن رو مشکلات خودشان هستن. اما در مورد جذب که ما محصلین جذب کردیم، حدودا ما 41 نفر از محصلین که امسال شاگردای که امسال در کنکور امتحان دادن در اعلان اول از خود ولایت غور داشتیم. حدودا ما 28 نفر از ولایت همسایه داریم امسال جذب کردیم که اینجا هستن. اونا هم از طبقه های ذکور اونا هستن، از بامیان هستن، از فرا هستن، از هلمند هستن، از حتی از خود کابل هم ما امسال شاگرد داریم. و در اعلان دومی که ما گفتیم که باید چقدر محصل میپذیریم، ما به وزارت معارف گفتیم ما حدودا 300 نفر محصل در بخش قبل از خدمت خود ما میپذیریم امسال و گنجایش هم داریم. بنابراین تا حال اعلان دوم به دسترس از ما قرار نگرفته. و در مورد جذب محصلین مخصوصا برای طبقه اوناست، ما یک برنامه جالبی که برنامه اسکالرشیپ دخترها هستن او وجود دارن که دخترایی که حتی هیچ در کنکور اشتراک نکردن، اگر علاقمند تحصیل به دارالمعلمین عالی غور باشن میتونن که خود ثبت نام بکنن و بعد از یک ثبت نام کردن ما ماهانه بدون بدل عاششان ماهانه مبلغ 3000 افغانی از طریق بانک جهانی به اونا معاش میدیم. در دو سال که 72000 افغانی میشن، ما اینا را همین پیسهش ماهانه برش میدیم. و اگر هر که علاقمند باشن در این مورد ما خوش هستیم. علتی که شما برای هر محصل اوناس 3000 افغانی به برش پرداخت میکنین چی هست؟ به خاطر تشویق اونا هست یا کدام علت دیگه داره؟ بله، به خاطر تشویق طبقه اوناس هستن، یعنی حتی طبقه اوناس چون مشکلات زیاد دارن، اگر علاقمند باشن که دارالمعلمین عالی غور بخوانن از این طریق
پس دوباره معلم شوند برای جامعه خود خدمت بکنن. و این را ما یک پیشنهاد در بانک جهانی داشتیم که خوشبختانه پذیرفته شده که مال هم جریان دارن. همین 3000 افغانی که میدیم حداقل مصرف از اینا براین، مثلا اینا از خانواده خود مصرف نکنن. تا هنوز چقدر شاگرد از بخش اونها شما تا هنوز جذب کردین؟ سال 1392 شما ایت آمار پیشتان هست؟ بله، ما حدودا تا حال را از طبق اوناست کسایی که در کنکور شرکت نکردن حدودا 23 نفره تا حال را ما فرمایش تکمیل کردیم در مرکز و 26 نفر در چی هستن؟ لعل سر جنگل هستن که اونا فرمایش تکمیل شدن. حدودا 18 نفر که قرار گزارش که دیشب با امیر صاحب معارف دولتیار دم دادن گفتن حدود 18 نفر در دولتیار آماده شدن. و دیگه در تیوره تنها مشکلی که داشتیم اونجا لیسه نسوان فعال نبودن، تنها یک لیسه نسوان یخن علیا یک درخواستی داده بودن. اونجا ما مشکلات استاد داریم که ما بس نداریم، استاد کمبود داریم، امکان داره که اونجا فعال کرده نتانیم. اگر باز هم یخن علا بخواهی که حتما این کار شوند باید در مرکز دوله همو تیوره، من فاصلش نمیدیم، فاصلش میگه خیلی زیاد هستن. اگر این فاصله را خود بره در مرکز، در مرکز ما تمام امکاناتی که داریم دختر از اونا قرار میدیم و از این فضل رو فعال میدیم. تشکر جناب عامر صاحب. شما در سال 1391 چقدر معاصل از دارالمعلمین لغور فارغ دادین و چقدر اوناس و چقدر ذکور بوده؟ ما در سال 1391 از خود مرکز حدودا 152 نفر قبل از خدمت فارغ دادیم که از اینا 11 نفرش طبق اوناس بودن و حدودا 153 نفر که امار دقیقش هستن از داخل خدمت فارغ کردیم که 13 نفر از اینا هم از طبقه اوناس هستن و متوقعش هست 140 نفرش از ذکور هستن. در از تیبر ما 60 نفر از طبقه اوناس از بخش داخل خدمت فارغ دادیم و از لعل سر جنگل 55 نفر ذکور فارغ دادیم و 13 نفرم اوناس فارغ دادیم که بودن میشه 68 نفر. شما در سال 1392 چی پلان های برای سهولت محصلین دارین؟ آیا به جایی که شما برای فعلا محصلین تدریس میشه جای مناسبی هست برای یک محصل؟ از نظر چک واقعا جای مناسبی نیستن که ما واقعا بگیم که جای مناسب هستن برای تدریس. اما چی کار کنیم؟ ما در سال 91 اولین کاری که انجام دادیم 92 که اولین کاری که انجام دادیم ما دمی تعمیر که هستیم فعلا ما یک سالن داشتیم. اون سالن ما یک سالن کنفرانسی جور کردیم که صنفی هست که کامپیوتر، پروژکتور همه چی آماده هستن. یعنی سمع و بصری را، تدریس سمع و بصری را کاملا آماده ساختیم. یک چیز خیلی خوب هستن از نظر من. انشاءالله شاید تمام کامپیوتر هم آماده شدن و حتی انترنت هم ما روزانه در اختیار محصلین و استادا قرار داده میتونیم از اون طرف. و در مورد دیگه ایش که ما یک تعمیر نداریم، خود ما شخصی تعمیر نداریم، یک تعمیر ساختیم در امیر روبروی یزید طرف ادگاه، پشت ادگاه اینجا یک تعمیر ساخته شدن که به نام لیلی طبقه اوناس که اونا 12 اتاق دارن. بعد ما به خاطر که طبقه اوناس اینجا کمتر میان و کسایی میان که از خود شهر هستن، بنابراین اون رو اختصاص دادیم به لیلی ذکور. تشکر. تعدادی ریاست دارالمعلمین گذاشته میشه و تعمیرش ما همتون سر صدای ما شنیدیم. شما دیمون رو چرا تا هنوز تعداد گذاری نشده؟ ببین ما تعمیر دارالمعلمین علی غور اگر زمین می بود تا حال ساخته میشد. مشکلات اساسی که ما داشتیم در طول 4 سال 5 سال ما زحمت خود کشیدیم و به هر نحوی که بودن ما زمینی مناسب پیدا کرده نتانستیم. یک روز به یک جای ما رو نشان میداد، یک روز به جای دیگه. بناهن پارسال که در سال 91 بشه ما موفق شدیم بودن 10 جرب زمینه در پشت ایدگاه او رو به دارالمعلمین بگیریم و که شروع شدن اما لیلیه ساخته شدن و تعمیرات دیگهش هم امسال وزارت معارف و ریاست عمومی تربیه معلم به ما قول دادن که ما به هر قسمش ها امسال تعمیرهایش ما رو دست به کار میشیم. و مؤسسات همکاری که مثلا از جمله همین جایکای جاپان یک وعده دادن که ما تعمیرهای تدریسی تانه جور میکنیم، اما تا حال را
من دیگه کدام گفتی از اونا؟ بله تشکر. این لیلیه که برای بخش اوناس آمده شده به تعمیرش، ای از طریق کدام مسئله پرداخت شده پولی و یا ایره کدام شرکت به عهده گرفته بود به تعمیر ایره؟ ایره مو اصلی بودجه از ایره مسئله امو جاپانی ها بودن، جایکای جاپان بودن، تمام بندش جاپانی ها بودن، اما مؤسسه داخلی که اینجا گرفته بودن اما چه بودن مگه طلوعی زن به اونا داده گرفته بودن که واقعا ما از کارش واقعا راضی هستیم. تشکر. گفته میشه که در ریاست دارالمعلمین عالی غور مشکل بودجه هست و کسی در ریاست توجه نمیداشته باشه و مردم یگانه چیز به بودجه هست. شما در اون چی میگین؟ آیا ریاست دارالمعلمین غور به مشکل بودجه هم رو بوده بودجه هست؟ چی مثلا این مشخص مورد؟ البته برای محصلین لیلیه، برای کسایی که لیلیه هستن برای اونا بودجه کافی نیست که برای اونا قضا و چیزایی که باید یک محصل آماده بشه. نه اونطور که هستن که ما مثلا نرمی وزارت معارف همی هستن که برای یک محصل حدودا 70 افغانی در روز که مصرف میشن اون نرم هستن. اون نرم هیچ کس تغییر دادن نمیتونن و اما بودجه امون نرم کاملا تکمیل میان. اما ای که البته کم رسی هایی که موشن کم رسی هایش طوری هستن که ببین امون نرمی که وزارت معارف در کابل تطبیق میکنه او رو در غور تطبیق میکنن. بعد یک بوج برنج در کابل چند نظر چند هست، در غور چند است. اینا رو وقتی که ما مقایسه میکنیم احتمال دارن شاید یک سری مسائل کم رسی داشته باشیم و اما شکلی هم نیستن. اینجا شما در لیلیه ریاست دارالمعلمین عالی غور تا الان چقدر شاگرد شما پذیرفته اید؟ ما حدودا در سال گذشته، البته در سال گذشته ما 168 نفر در لیلیه داشتیم، آشه گرم داشتیم، حدودا 33 نفر دیگه ما آشه سرد داشتیم. بله. که بیستدار بدل آشه بودن. گفته بعضی از شاگردان شما استادای مسلکی که بعد مسلکی باشه در ریاست دارالمعلمین عالی غور وجود نداره خیر از چند استاد. شما در ما چی میگین؟ آیا استاد شما کاملا مسلکی؟ بله استادای ما کاملا مسلکی هستن. استادای ما کسایی هستن که کادری هستن. استادای ما کسایی هستن که اونا رتبه علمی دارن. فعلا ما استادای ما مثلا پایین ترین رتبه علمی میشه که نامزد شعله هستن از پایین ما نداریم. اینا کسایی هستن که حتی مقالات علمی که نوشته کردن از طرف اکادمی علوم افغانستان و اکادمی علوم تربیه معلم اینا پذیرفته شدن و بورد علمی اینا را تایید کردن. و یکی شاید بعضی چیزا کم و کاستی باشن، مثلا ما فعلا در اینجا اون چی که نیاز داریم ما استاد متدولوژی و اینا را ما کم بود داریم که اینا را ما تشکیل هم نداریم فعلا. بعد اینا عمومیات هستن، عمومیاتی هستن که کسایی که از تعلیم تربیت فارغ شده باشن میتونن که متدولوژی رو اونا خواندن، اونا میتونن درس بدن. ولی استادای ما مسلکی هستن. استادای ما کسایی هستن که باید 75% در طول دوران تحصیلی که پانتون دارن باید داشته باشن، چانس نداشته باشن و شرایط شمیان که امتحانی کادری رو هم سپری کرده باشن. بسیار زیاد تشکر جناب آمیر سوادی که وقت خود رو بختار ما گذاشتن. در آخر یک کدام پیام برای محصلین سال 1392 داشته باشه میتونم بگیم؟ در سال 1392 ما از تمام محصلین عزیز خود خواهشمند هستیم که اینا روحیه خودسازی و خودشکافایی را در ذهن خود باید حتما ای رو بگنجانه. یک مثلا مسئله دیگه تحمل پذیری را باید حتما امسال ما میخواییم که عملا برای شاگردان ای رو کار بکنیم که مثلا مثل ازی که وین خیلی مشکلات قبلا وجود داشتن ما امسال در لیلیه طور تنظیم کردیم که از اداره تنظیم میشن. احمد محمود از هر جایی که هستن باید دموتاق تنظیم میشن، باید همونجا بارن. این اولین کاری که ما امسال کردیم که قبلا این رقم نبودن. بچه‌ها یک گل سالی جمع می‌شدن در یک اتاق، بچه‌ها گل سالی دیگه جمع می‌شدن در دیگه اتاق. اینا ما امیر لازم دیدیم که نه، باید اینا هم از این شروع بکنن، هم از اینجا باید اینا همدیگر رو بپذیرن، برای همدیگر احترام و قائل شون تا که در آینده اینا وقتی معلم میشن هم مشکلات نداشته باشن. و پیام دیگه ای که امسال باید محصلین ما اگر رعایت بکنن، امسال خیلی ها سختگیری زیاد هستن، از اولی جذبش که تا حالی معمیجه هستیم که جذب هستن شروع تا که خاتمه پیدا بکنن. ما نهایت تلاش خودم میکنیم که از این حالتی که هستیم برایم، از این حالتی که دارالمعلمین عالی غور قرار دارن از این حالت برایم.